شروع کنم؟ اتفاقاتی که میفته در موسیقی تو شرایطی هست که کل دنیا به نوعی در جنگه، در خشونت. خیلی جالبه که موسیقین‌های همه جای دنیا یه جوری دوست دارن با هم بپیوندن و با هم کار کنن، چون موسیقی یک زبان مشترک هست و بالاخره به یک حس مشترک میرسن موسیقین‌ها. این نوع حرکت ها به نظرم دعوت به صلح و دوستیه. حسین علیزاده یکی از پیشگامان نوآوری و تحول در موسیقی ایرانی در 5 دهه گذشته محسوب می شود. آثار حسین علیزاده از نوا که در سن 26 سالگی در جشن هنر شیراز اجرا و منتشر شد تا آخرین اثر او، همگی نشانگر روح جستجوگر این هنرمند می باشد. آنچه که امروز موسیقی تلفیقی و یا فیوژن نامیده می شود، ولی حسین علیزاده از آن به عنوان ملاقات موسیقیایی یاد می کند، یکی دیگر از عرصه های فعالیت هنری اوست که در راه یافتن زبان و سازی نوست. این دیدارها که در اواسط دهه 50 خورشیدی با همکاری با موریس بژار، طراح معتبر رقص جهان، در 7th جشن هنر شیراز آغاز شد، با تحولات اواخر دهه 50 ایران متوقف شد. با اینکه این ملاقات ها در زمان اقامت حسین علیزاده در اروپا به صورت پراکنده اتفاق افتادن، اما ضبط و یا پخش نشدن تا زمان ملاقات او با ژیوان گاسپاریان، نوازنده و موزیسین برجسته ارمنستان. داری که در سال 1382 در ایران به وقوع پیوست و به مدت 3 شب مورد استقبال بیش از 10,000 بیننده در فضای باز کاخ نیاوران قرار گرفت. حاصلش اثری شد به نام به تماشای آبهای سپید. این آلبوم نامزد جایزه گرمی در رده بهترین آلبوم موسیقی جهانی شد. عکس روی جلد این اثر را کارگردان نامی ایران عباس کیاروسمی اهدا کرده بود. در واقع پیشنهاد کار با گاسپاری موقعی بود که من ایران بودم و بعد آقای رامین صدیقی که مسئول انتشارات هرمس هست خیلی دنبال این بود که بتونه، چون ایشون کلن به موسیقی تلفیقی از نوع هنریش علاقمند و فکر میکرد که مثلا با من چه کار تلفیقی میشه کرد، که البته من اسم این کار تلفیقی نمیذارم، با عنوان یک ملاقات میذارم، ضمن اینکه ریشه های این دوتا موسیقی یکی ارمنستانی. ولی وقتی به من پیشنهاد کرد که میکنی همچین کاری، من بدون اینکه فکر کنم گفتم آره با کمال میل، چون که ساز گاسپاریانو خب خیلی به خود میشناختم و میتونم بگم افسانه‌ای بود این ساز برام. خیلی خیلی روون و سریع و راحت اتفاق افتاد. من گروه رو جمع کردم، با ایشون هم صحبت ها شده بود و برنامه‌ریزی شد و روزی ایشون با همراه نوازنده های همراه خودشون که من رفتم فرودگاه به استقبالشون و اومدیم و همون عصر شروع کردیم. اومدن تو کارگاه من
و همه چی آشنا بود، انگاری که ما اگه میخواستیم با هم حرف بزنیم فارسی و ارمنی هیچ چی از حرفای هم دیگه نمیشنیم، ولی وقتی ساز میزدیم همه حرفای هم دیگه رو میفهمیدیم. تقریبا نشد که یک جمله رو مثلا چهار بار تکرار کنیم بگیم حالا اینجوری بزنیم یا اونجوری اجرا کنیم. این وقتی که شروع میکردیم مثل آب روون میرفت. به تماشای آبهای سفید یک کار عجیب غریب موسیقایی نیست به نظر من. من خودم تو رده کارهایی که خیلی ذهنی بهش تعلق داشته باشم نمیدونم، ولی با وجود گاسپاریان و صمیمیت و موسیقی جاری که توش اتفاق افتاد، جالبه که همه جای دنیا تأثیر گذاشت و بالاخره تو مرز اون گرمی هم پیش رفت. ملاقات دیگر حسین علیزاده با ماریا پومیانوفسکا، هنرمند لهستانی، در جشنواره موسیقی تبادل فرهنگ‌ها در ورشو در سال 1397 انجام گرفت. وقتی که عشق در میون باشه، فرض کنید که دو نفر عاشق هم میشن، دیگه احتیاج به قراردادهای زبان نداره، یعنی یه حسه که رد و بدل میشه و اون حسی که باید احساس بشه که چقدر ارتباط نزدیک هست و حس ها به هم میخوره، اون فقط حضور هنرمنده در کناره. استاد حسین علیزاده، سبا علیزاده، علی بوستان، کارولینا ماتوشکیویچ، الکساندرا کاوف، ادریان نکافل و ماریا پومیانوفسکا. وقتی که معمولاً برای کنسرت‌های دعوت میشیم، حالا به خصوص در فستیوال‌ها یا جاهایی که قراره که با هنرمندهای دیگه همکاری بکنیم، وقتی که سفر انجام میشه تا اینکه ملاقات بخوایم بکنیم، خیلی نکات مجهولی توی ذهن هست که مثلا چی کار خواهیم کرد، چه حالا ممکنه که قبلا نوتی رد و بدل شده باشه یا قطعه فرستاده شده باشه، ولی معمولا فقط وقتی که حضور پیدا میکنیم این موضوع معنی پیدا میکنه و تجربه های مختلفی داریم. وقتی که
ممکنه یه کنسرتی رو تا آخر هم اجرا بکنیم ولی اون ارتباط واقعی هنوز برقرار نشده باشه. ولی یه نکته جالب هست که اگر که تا حالا تجربه این بوده که هر چقدر ملیت‌ها دورتر از هم بودن از نظر فرهنگی، این اتفاق جالب‌تر می‌افته. من شناخت زیادی از خانم ماریا نداشتم، فقط کاراشون رو شنیده بودم و ولی خب یه حس خوبی از اول داشتیم. وقتی آمدیم باز هم همون حس بود که چه کار خواهیم کرد. درست از لحظات اول خیلی همه چی برامون آشنا بود و این خیلی جالب بود. البته ایشون تجربه های دیگه با هنرمندای دیگه با آقای کلهر داشتن و جالبی که خب با هر هنرمندی هم میتونه تجربه متفاوتی باشه. در هر صورت یکی از چیزهایی که خیلی جالبه، ایشون وقتی که قراره که با ما کار کنه، خب روی فرهنگ ما مطالعه میکنه، روی موسیقی مطالعه میکنه، گوش میکنه. ما هم خب کم و بیش همین کار رو میکنیم. وقتی که ما شروع کردیم فوری این پولا رو در کنار هم پیدا کردیم که از کدوم ملودی، از کجا. خیلی موقعا برای دوستان غربی ما گرفتن فواصل رو پرده مشکله. من طوری می نویسم که نیاز به رو پرده نباشه، اگر باشه ساز ایرانی اون نقش رو بازی کنه. و خلاصه توی چند روز تمرین همش لذت بود، یعنی اینکه به هیچ وجه ممارستی نداشت به نظر من، بدون اینکه یک کلام از زبان هم بدونیم. حالا مثلا به انگلیسی با هم صحبت میکنیم ولی اون زبان مادری همدیگر رو نمیدونیم، ولی موسیقی اینجا جایگزین شد و واقعا من فکر میکنم که یکی از تجربه های موفق خواهد بود. برای اینکه موسیقی های میکس زیاد اجرا میشه ولی بدون اینکه وارد عمیقا وارد فرهنگ همدیگه بشن. خوشبختانه با دوستانمون ماریا و شاگردانش و همینطور آقای بوستان و سوا و من تمام تلاششون کردیم و یه چیز خیلی فکر میکنم مربوط به خود فرهنگ و ملیت ماریان باشه که با خیلی از دوستان که تا حالا غیر ایرانی ملاقات کردیم اینقدر حس نزدیک نداشتیم، که اینقدر انگار که ما تو خونه هم داریم زندگی میکنیم و داریم با زبان مادری اون با حرف بزنیم. در صورت فکر میکنم که با کار و تلاش که خواهیم کرد یک موسیقی به وجود میاد که یه دیالوگ واقعی به وجود میاد بین این دو موسیقی که هر کدوم در خدمت اون یکی موسیقی است، جدا از هم نیست. During WOMEX, after my Polish-Persian project with another great musician, Kajan Kalhor, I dreamed to one day to play with Maestro Hussein Alizadeh, and I explained what is idea about the special day during my festival, the Polish day, but very unusual day. We are preparing projects, multicultural projects, with great masters, and we flavor this kind of project with many other cultures, not only Polish.
So finally, you know, my dream came true. گروه جاز رام ران تریو دیدار دیگر حسین علیزاده بود که بعد از اجراهای متعدد در اروپا منجر به انتشار آلبومی به نام همسان و همسکوت گردید. Maybe one reason the Rembrandt Frerichs trio sound fits well to Hossein's music is the fact that we have been listening to him on his records, of course, for many years. Likewise to other great Persian musicians. It's not just me who's been listening to Persian music, also Vincent, our drummer, and Tony, our bassist and violone player. We all share this mutual love for Middle Eastern music as a whole, and Persian music as a more detailed love for music. For me, the challenge to record with Hossein Olizade is that again, it's another language, another musical language, and this musical language is the Persian music, which is related to music that I'm familiar with, Arabic music, but in the end, it's completely different again. And this makes it a big challenge. It's like learning a new language, so it takes a long time. First, you learn how to write the letters, then you learn how to write the words and the sentences and the grammar. So that is the biggest challenge. There are not many different notes, but the way he plays the notes, the way he phrases things, that is a big challenge. If he goes like that, it's not like, I mean, in Holland we would maybe play, but he goes, and that makes a world of difference for him.
And that makes me much more into detail about my own playing. So it helps me a lot with my own playing to become much more sensitive to detail. When we decided to play with Hossein Alizadeh, we listened to all his records. And one of his latest records, called Badetui, we liked it so much that we decided to just study the whole album. And we transcribed the music and made arrangements. And then Hossein arrived and we started playing with him and everything went different again. Because that's the funny thing about the way he plays and writes music, is that it's not written in stone. It's very fluid. So when he decides to add a bar somewhere, he just adds a bar. And we have to follow it and be sensitive to it. Things I do is try to imitate the sound of the tombak, the Persian drum, which I kind of do by using the techniques of it. So that's sort of imitating percussion sounds from Persian music. The volume level is really low. Like I'm kind of specialized in playing softly, but this is softly of a whole different level. It's just completely softly the whole time. Just if I ever go like, oh, that's nice, that's too loud, you know? So I have to be very much in control the whole time because of the natural volume of the shurangis, the instrument. It's just not loud, it's very soft. First thing I need to do is like not play chords, I play more like santur, you know, play techniques that usually in Iran are played on a santur. I try to convert them to piano. That really helps, so trying to actually make the piano sound like santur. And then of course the quarter tones, as I mentioned. Gives directly this flavor from the Middle East. And then in combination with, I think for me as a piano player, a more profound melodic approach. Because with those quarter tones, I'm not gonna play chords. You hear? So no chords, so more melodic thinking. And that's quite a challenge, you know? It opens up different parts of my mind to be creative on, so it's a very nice creative challenge. بسیار انسان‌های دوست داشتنی هستن. و خودشون شدن مثل موسیقی، یعنی اینقدر موسیقی روشون تأثیر خوب داشته که فکر کنم هر جای دنیا با هر کسی که کار میکنن مثل احساس من دارن.
اگر در آینده بیشتر کار بکنیم، من فکر کنم که ماها مثل فیلمسازایی میشیم که فیلمنامه یا سناریومون رو در همون روز صحنه می‌نویسیم. Fish?